درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 18 انور. رئیس دادگاه عالی مقامات انتظامی تاجیکستان را تنقید کرد که به گفته وی نتوانستند از آشوب خونین عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع، جلوگیری کنند. شیر محمد شاهیان روز 18 انور ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت حکومت آن منصبدارانی را که در اجرای وظیفه‌هایشان سهل‌انگاری کردند تنبیه داد، ولی در این باره جزئیات بیشتر نداد. تو یک درجه یک کمبودی مقامات های حفظ حقوق هم هست، یعنی باید هر چی تیست از مقصد و نیات های جنایت گروهانه این گروه ها با خبر می شدن و پیش روحی صادر شوی این عمل های غیر قانونی گرفته می شد. رئیس دادگاه عالی همچنین ادعا کرد که محی الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی و دیگر اعضای حزب آشوب روز 4 سپتامبر سال گذشته را طرح‌ریزی کردند. در این آشوب به رهبری عبدالحلیم نظرزاده 14 مامور امنیتی تاجیکستان و 25 فرد مسلح از جمله خود نظرزاده کشته شدند. بعدا دادگاه عالی حزب نهضت اسلامی را سازمان تروریستی خواند و فعالیتش را ممنوع کرد. حزب نهضت ادعای مقامات تاجیکستان را رد می‌کند. مقامات بلندپایه تاجیکستان میگویند با وجود پیشرفت در تشخیص و علامتگذاری مرز با قرغیزستان اختلاف نظر نگذاشته است که سازشنامه در این مورد به امضا برسد. اکبر یتیمزاده، رئیس کمیته دولتی اداره زمین، روز 18 انور در نشست خبری در دوشنبه گفت سندها درباره تعیین و علامتگذاری مرز هنوز در دست گروه های کاری است. در خط 519 و 809 از 9 کیلومتر عموماً از طرف گروه های کاری دو طرفه دو جانبه گذرانده شده است و در این مسافه هم ما داریم یک دو نقطه بحثناک و برای بررسی نمودن. البته امروز ما آماده هستیم، ولیکن ما امروز حالا برای در سطح رهبریت برآوردن این موادها تیاری دیده ایستادیم. دو منطقه بحث برانگیز مرزی در ناحیه های جرگتال و مرغاب امکان نداده است سازشنامه برای تصویب به حکومت فرستاده شود. از این پیشتر مقامات قرغیزستان گفتند دوشنبه و بیشکک در رابطه با طرح سازش درباره تعیین و علامتگذاری مرز با موافقه رسیدند. علامتگذاری نشدن مرز در بین ولایت‌های سوخت و بادکند قرغیزستان سبب جنجال و خونریزی بین ساکنان دو طرفی سرحد شده است. مدیر یک شرکت سیاحی چین در تاجیکستان اعلان کرد سر از ماه آینده پرواز نخستین هواپیمای مسافربر در خط پرواز دوشنبه پکین شروع می شود. جانگ سیاو، رئیس اتحادیه سیاحی شینجان، روز 18 انور در نشست خبری در دوشنبه گفت با نظر داشت زیاد شدن روآ و افزایش طلبات به سیاحت به چین، خط مستقیم پرواز میان پایتخت تاجیکستان و چین باز شد. من باوری کلان دارم که با همکاری دو طرفه ما این رئیس رو به یک رئیس درجه عالی، درجه یکم، صفت بلند براه میمونیم. با وجود مسافرت زیاد تاجیکان به چین و افزایش حضور شرکت و سرمایه گذاران چینی در تاجیکستان، تا کنون بین پایتخت های دو کشور خط مستقیم پرواز وجود نداشت. چین یکی از شریکان اصلی اقتصادی تاجیکستان است و مبادلات مال میان دو طرف در سال گذشته از 300 میلیون دلار هم گذشته است. مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده در کولاب در اختیار رادیو آزادی عکس‌های نادر عقابی را گذاشتند که نجات بخشان آن را از یک موج پراکن بلند در شهر نجات دادند. عقاب نادر ماه سپتامبر سال گذشته در موج پراکن 150 متری شرکت تاجیک تلکام درمانده است و بعد مراجعه کارمندان شرکت عقاب زخمی را رها کردند. رفتیم با جای دیشه. رفتیم دیم بلوده هم جانوار رس گرفتگی بام پروژ در پیشیدگی رس گرفتگی کشولا کمی چله جانوار رو خیلی بیچورا بخای برو مادیم خیلی برو مان فرمو آبشنو برو مادیم بودو ویش کام گرفتمش خامدونش آوردیم ده روز پونزه روز نگرش کردیم که همون نقش شوا بعد ویش دیدیم بود برو آخر.
در ریاست حالت‌های فوق‌العاده در منطقه کلاب 4 نجات بخش مخصوص برای رها کردن حیوانات آموزش دیدند، ولی بسیار کم می‌شود که ساکنان برای رها کردن جاندار از ورطه مرگ به نجات بخشان مراجعه کنند. نگینه مقلوب و آوازخوان معروف تاجیک میگوید نخستین آلبوم ترانه‌هایش را تا یک هفته دیگر وارد بازار میکند. نگینه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت تا کنون فرصت نیافته است آلبوم نشر کند و امیدوار است که آلبوم اولینش با نام باران به مخلصانش خوش میآید. چون سرودها هم که پای به پای میروند تست تست دسترس میشوند، نتونسته بودم که همش رو جمع کنم یک آلبوم کنم. این همه محنتی که هست، انا محنتی اونوی که دیسک چپ میکنن. آلبوم باران از 10 ترانه عبارت است و باران نام یکی از ترانه هاست. و گفتگوی کامل با نگینه منقلوه در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، تویتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.